سلام، برعکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم. امروز براتون خودتو معرفی کن. من پیامم. یه ویدیو ارز دیجیتالی آوردیم. آره بچه‌ها، امروز می‌خوام راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به تریدینگ و ارز دیجیتال و چجوری پول در بیاریم از این حرفا. من اولش که می‌خوام شروع کنیم، به نظر من شخصی ارز دیجیتال و تریدینگ کار کاملا کسچر محضه و هیچ آدم عاقلی نباید این کارو واسه زندگیش بکنه. به عنوان قمار میتونم قبولش کنم. حالا میخوام با پیام صحبت کنم، راجع ببینیم نظر پیام چیه. چالنجی شروع کردی سویل؟ آره آره دیگه، میذاش چند دقیقه بگذره من یه خود معرفی شروع کنم، بعدش یه چالنج رو میذاریم. ولی اوکی، ولی آخه موضوع اینجاست، شاید یه جایی خیلی همفکر باشیم، شاید اشتباه کردی با این چالش شروع کردی. ولی خب بریم ببین موضوع. اولا که یه نکته خیلی باحال بهت بگم، بعضی موقع من خیلی وقتا دیگه ما میشنویم اکثرا داریم میگیم ارز دیجیتال، ارز دیجیتال. این یه موضوعی که با رمزارزها خیلی متفاوته بحثش. خب این یه داستانیه که ما بحث رمزارزها، بحث ارزهای رمزنگاری شده است. بحث ارز دیجیتال اون چیزی که رو تو پیپل و اینا ما داریم ازش استفاده میکنیم و این دوتا داستان کاملا دنیای متفاوتی داره، ولی همه جا ما ازش به عنوان ارز دیجیتال استفاده میکنیم چون رمزارزها زیر مجموعه اونا هستن، ولی خب دنیای خیلی متفاوتی دارن. اونا بانک ها پشت سرشن، اینا بحثایی که توی بحث بلاکچین رمزنگاری شدن، داستان های متفاوتیه. اول خواستم اینو یه نکته بگم که بچه‌ها خیلی، چون می‌دیدم که مثلا همه داریم، خودم هم اکثرا استفاده میگم ارز دیجیتال، ولی خب این دوتا با هم دیگه کاملا متفاوته. حالا بحث اصلا تریدینگ و ارز دیجیتال و اینکه قمار یا نه، اصلا داستانش چی و این حرفا، من قبلش اگه اجازه بدی یه کوچولوی معرفی از خودم بگم، چون این هم ربط داره به موضوع ارز دیجیتال، هم ربط داره به پارت دوم صحبتمون که می‌خوایم راجع به چند پتانسیلی ها صحبت بکنیم. اوکی ببین، تقریبا من خب چیزی که شروع کردم توی خانواده کاملا فرهنگی، پدر مادر معلم، عشق درس خون، بچه من باید دکتر مهندس بشه. آقا بریم برای دکتر مهندسی شدن، منم خب گفتم اون بین اون گزینه ها مهندس عمرانه رو انتخاب کنم. خب اون موقع ترند مارکت مهندس عمران بود، انگار همه مهندس عمران میشدن، پرفکت، بهترین کردیت اجتماعی، همه چی. رفتیم تو کارش و دانشگاه و بهترین دانشگاه تهران و بعد پلی‌تکنیک تهران و ارشد و فلان و اینا، این هدیه به پدر مادر. رفتیم چند سالی هم من توی یه شرکت نفتی مشغول به کار بودم و بعد خورد رفتم سربازی. تو این مدت سربازی که من جدا شدم، یعنی خدا رو شکر که تونستم، یعنی افتاده بود روی دوشم که باید تو اون شرکت میموندم و کار میکردم و اینا، جدا شدم از اون داستان کار کارمندی و اینا. نمیگم کار کارمندی بعد و فلان اینجور داستان، من خودم رو میگم و کلا نظر خودم میگم. اونجا من میگم بعد کار کارمندی بعد. آره حالا اصلا اونجا توی اون بازه سربازی گفتم حالا دیگه وقتشه، تو اون کردیت ها و اینا رو، من انقدر عاشق خانوادم هم، تقدیم خانوادم کردم، پدر مادرم و اینا، آقا این مدرک دانشگاهی، اینم 5-6 سال سابقه کار شرکتی تو بهترین گرید شرکت نفتی کار میکردم، این هدیه به شما برای افتخاراتتون و اشغالاتتون، حالا بذارین من برم به زندگی خودم برسم. خودم باشم. آره حالا بذارین. تو چند سالگی خودت شدی؟ تقریبا میتونم بگم 4 سال پیش دیگه میشه 25-6 سالگی. الان تا 26 واسه فامیلی زندگی کردی؟ آره یه جورایی واقعا، آره واقعا برای فامیلی. آره خودشون هم قبول دارن، یعنی پدر مادرم هم باشن. آره همه ایرانی‌ها قبول دارن. خیلی جالبه، مام باباها وقتی سنشون میره بالا همه قبول میکنن که کارشون اشتباه بوده و این حرفا، معذرت خواهی اینا میکنن، ولی دیگه به قول معروف دیر شده. بچه‌ها واقعا محبت و اینا خانواده رو فراموش نکنین، خانواده رو خوشحال نگه دارین، ولی زندگی خودتون نرسیدن ارزشش نداره. دقیقا. اینو از من بشنوید. دقیقاً. حالا پوینتش کجا بود؟ جایی هم باورت میکنن که تو توی این شغل جدیدت یا کار جدیدت که میخوای انجام بدی، میبینی اخ چقدر خفنه تو این، من چرا این از اول نمیدیدمش، تو اون ثابت میکنی که خیلی خفنه، میگی آقا راست میگی، من اشتباه میکردم، شاید اینو از اول میرفتی اصلا تو الان نامبر یک که دنیا بودی. خب اصلا هیچ چیز دیگه. خب آره ولی مشکل همینه،
90% آدم ها شاید به اون چیزی که میخوان نرسن. ها مثلا فرض کن تو یه روز دیر خواب بلند میشدی یه ترید رو اشتباه میکردی تمام زندگیت به عدم میرفت، بعد اون موقع همش خواهد میکنن دیدی گفتیم با 100% بشیم بیورزه بعد وقت. من پوینت هم اینه، اصلا حرف خانواده رو نباید چیز کنی. حالا تو شانس آوردی، خوش یعنی لاکی شدی که مثلا ماما با دینو فهمیدن، خب این تو شانس آوردی. ولی به نظر من اکثر آدم های نمیتونن نشون بدن تو چیزی خوبه. مثلا اکثر آدم که مثلا میرن رپ میکنن، خواننده میخوان بشن، شاید واقعا خوب باشن، یعنی اگه تو موقعیت درست و خونه درست و آدم های درست و کشور درست و همه ایناش با هم بود. الان یاد رو داشتش با زدبازی آهنگ میخوند، ولی نیست. بعد اون موقع اون ماما باش همیشه بهش میگن که تو بی خود رفتی دنبال این کار، وقت رو تلف کردی. ولی آدم باید خوشحال باشه، واسه همین دیگه هرچی. خب برو. خب اوکی، خیلی سریع این قسمت رو رد میکنم راجب خودم، بعد بریم راجب بحث ارز دیجیتال اینا صحبت کنیم، بعد بریم راجب این قضیه پررنگ‌تر تو بخش دوم صحبت میکنیم. فقط میخوام بگم محدود به این نشد که من از اون به بعد وارد دنیای ترید شدم، نه، داستان ترید دنیا متفاوت بود. من بعدش یک مؤسسه مهاجرتی تاسیس کردم خودم تو اون سن که اصلا میگفتی خندت میگرفت، تو ایران این همه ریسک گرفتی، این کارو کردی فلان اینا. بعدش یه گروه موسیقی اوکی کردم، کنسرت برگزار کردم و بعدش یه آژانس دیجیتال مارکتینگ رو اندازی کردم و بعد از اون رسیدیم. بعضی اینا فیلم شد، سنگینم فیل شد، ضرر عجیب غریب، حالا داستان زیاد داره، تو اون قسمت چند پتانسیل میگم. بعدش رسید به این دنیا که حالا داستانشو کامل. چه موزیکی درست میکردی؟ من یه گروه موسیقی از بچه‌هایی که استعداد دارم، مثلا 4-5 خواننده دور خودم جمع کرده بودم با یه سری نوازنده. اوکی فهمیدم. بعد به اینا یه مربی هم براشون گرفته بودم، اینا رو آموزش میداد که برای کنسرت خانوادگی آماده بشن. اینا رو برای کنسرت خانوادگی آماده میکردم، بعد اینا دیگه یه چند جلسه تمرین موسیقی بود و بعد یه کنسرتی براشون میذاشتم، عشق میکردن دیگه. حالا برای خانواده اینا یه بحث مالی هم داشتی، برای خودم جنبه مالی داشتی. بعد اینم بحث حالا اون بودش. بعد اومدی تو کار تریدینگ و دیجیتال. بعد آره یه قسمتی رفتم تو بحث آموزش‌های بحث سوشال مدیا مارکتینگ و بحث ارزم به حضورتون که آژانس دیجیتال مارکتینگ و اینا، که همه اینا تجربیاتش جمع شد. در نهایت دیدم که من آدمی دنبال یه کاریم که ته نداشته باشه واقعا. بیشتر انقدر توی زندگیم آموزش دیدم که دیدم به یک جایی رسیدم توی مطلبی، توی بحث حالا دنیای ارزهای دیجیتال و اینا، دیدم هم تجربه اضافه شده بهش، هم بحث اینقدر خودم آموزش دیدم، آمادم که الان آموزش هم بدم به مخاطب. یعنی تو وقتی میخوای از یک تا فکر مثلا 3 رو میخوای آموزش بدی، حداقل خود باید از 1 تا 100 بلد باشی که بخوای، یعنی اون بازار دارم بخوای یه چیزی آموزش بدی. چند تا پتانسیل تو من شکل گرفت. در نهایت کانال یوتیوب بیتبازی و پارسال من استارتش رو زدم. بعد که استارت اونو زدم، اونجا ایدم این بود، اصلا کانسپت این که من دوست داشتم با تو صحبت بکنم که این مطالب رو به کامیونیتی ایرانی، به بچه های ایرانی برسونم، این بود که خیلی ها الان با این سوال بزرگ مواجه هستن که آقا درآمد دلاری تو ایران بتره کنیم، بریم این کارو بکنیم. و حالا اکثر تریدرام اومدن یه سری شورا انداختن، آقا این خونه منه، این ماشین منه، تق پس تو باید بیای دوره منو بخری که موفق بشی. تق میری دوره رو میخری، میبینی تشی چی نیست. یعنی او دوره میتونی بخری؟ بس من قبول دارم بچه از دیجیتال دورشن خودم بر تو میذارم. او یعنی ببین اصلا فکر کنم تنها روش درآمدی که اساتید ارز دیجیتال دارن توی ایران همین فروختن دوره و این جور داستاناشه. شاید از ترید اونقدر درآمد آره. ندارن. خب یعنی یه چیز واضحه، یه چیز مشخصی هست، چون خیلی ترندیه که توی حالا ایران و دنیا راه افتاده و تو هم دنیا هم تو ایران خیلی. ولی دوره کسی رو بخری که ارزش داشته باشه، حداقل تاش بدونی یه اتفاقی برات میفته. حالا خیلی باعث به دوره نیستا، به خودت هم بستگی داره که چه اتفاقاتی بیفته. حالا بحث تفاوت ارز دیجیتال رمزنگاری شده رو رد کردیم. یه اتفاقی که میفته، یه سوال پرتکراری که وجود داره اینه که ما اصلا چجوری وارد این دنیای ارزهای دیجیتال یا ارزهای رمزنگاری شده بشیم، اصلا تریدر بشیم نشیم، چیکار بکنیم،
و به درد تو الان خود چیکار می‌کنی؟ تو خود الان ماین می‌کنی یا ترید می‌کنی؟ من الان اتفاقی که داره میفته من ترید می‌کنم، ولی بیشتر تمرکزم رو بحث آموزش، اونم آموزشی که روی یوتیوب هستش، یعنی و از تمرکز اصلی ما طراحی ابزارهاییه که یه خورده کار رو راحت‌تر می‌کنه برای بچه‌ها. یعنی من علم برنامه‌نویسی رو ترکیب کردم با دنیای کریپتوکارنسی، یه سری ربات داریم می‌نویسیم ما که این ربات‌ها میاد توی تریدینگ ویو کمکشون می‌کنه که برای خودشون بتونن تحلیل‌های بهتری داشته باشن، دیتا رو بهتر آنالیز بکنن، یه همچین حرکتایی به صورت خیلی کلی بگم. خودم در حال حاضر تمرکزم روی این هستش. حالا بعد الان بیشترین پولی که در آوردی از توی ترید چقدر بوده که یه چیزی خریدی و خوب فروختی؟ یعنی یه چیزی که اتفاقی که برای من افتاد، واقعا بهترین اتفاقی که افتاد، روی بحث اسپات کار کردن توی دنیای ترید بوده و روی ترند ارز یه شت کوینی بوده، حالا از شت کوین شیبا بوده که من رو اون ترند سوار شده بودم، رو اون مقطع زمانی خیلی به موقع من وارد این دنیا شده بودم و از اونجا تونستم درآمد خوبی کسب کنم و درآمد عجیب غریب نبود. خب مثلا به طور مثال اون موقع چون خودم هم شروع یادگیری خودم بود دیگه، واقعیت مثلا من 10 میلیون تومان گذاشتم، انتهای کار مثلا 500 میلیون تومان برداشتم، خب این یک رشد عجیب غریبیه روی سرمایه من. خب و اصلا همونجا هم خب کلیدش خورد که خب من چرا نرم این کارو حرفه‌ای‌تر دنبال کنم، چرا نرم خب حالا خودم آموزشاشو ببینم، چرا نرم ترکیبش بکنم با علمایی که خودم دارم، بحث برنامه‌نویسی اینا، همینجوری رفت جلوتر، این پازل ترکیب شد تا الان یه سری اتفاقات خیلی باحالی افتاده توی دنیای ارز دیجیتال برای من که اونا رو جلوتر اگه دوست داشتین بهتون میگم که در حال حاضر دقیقاً دارم چیکار می‌کنم و چجوری دارم روی این قضیه کار می‌کنم. ولی خب واقعیت رو بهتون بگم، میلیون دلاری و اینام خود منم هنوز در نیاوردم. خب مسلما در بیارم، منم یکی از بزرگترین تریدرهای دنیا میشم که نیستم، چرا باید دروغ الکی بگم؟ یعنی من همینجا دارم اعتراف میکنم، نه من بزرگترین تریدر دنیا هم، نه درآمد عجیب غریبی از ترید به دست آوردم، من فقط تجربیات زیادی تو این زمینه دارم و آموزش‌های زیادی دیدم که میتونم کمک کنم بچه‌هایی که الان میخوام بیافتن تو این راه یه چند قدم جلوتر، یعنی وقتشون رو هدر ندن، یه چند قدم بیفتن جلو تو کارشون، زمانشون سیف بشه براشون، یا اصلا شاید نرن سمتش با این حرفایی که من جلوتر میخوام بزنم، شاید اصلا تصمیم بگیرن نرن سمتش، بگیم بابا اصلا نمیارزه ولش کن این قضیه. اونقدر قبول داری که تریدینگ کریپتوکارنسی شبیه کازینو میمونه؟ خیلی نزدیکه، یعنی میتونم بگم با درصد بالای 90% نزدیکه به این قضیه. چرا؟ ببین اصلا ما کلا این داستان رو من میخواستم حالا تو این بحث کیا وارد بشم بگم دیگه، توی بحث کریپتوکارنسی ما به شدت نویز داریم روی مارکت. خب دیگه آدم خوبشون بچه خوبشون بیتکوین و اتریومه، خب که نویز کمتری داره نسبتاً، اونم به خاطر اینکه تعداد معاملات زیادی روش انجام میشه، ولی دیگه بیای روی ارز، روی آلت کوین ها یا ارزهایی که عجیب غریب، مثلا طرف بیاد یه میلیون دلار بذاره رو، از یه پامپ دامپ عجیبی میشه که اصلا طرف ممکنه زندگیش از دست بده و اون کسی هم که اون ارز رو داره و دیگه میشناسن، دیگه روانشناسی مردم رو میشناسن و اونا همیشه برندن، صرافی ها همیشه برندن، اون کسی که اون ارز رو داره همیشه برنده است، بقیه مردم تقریبا 97-98% بازندن تو اون بازی اونا، یعنی اینا دوست. چیزی که کاملا مشخصه. حالا دیگه بری تو بحث مارکت فارکس و اونجا یه خورده تحلیل پذیرتره، بازی خیلی بزرگتریه، اونجا یه خورده بتونی تحلیل تکنیکال تو پیاده بکنی، ترید بکنی، باز میتونیم بگیم آقا شاید تریدری حرکت بهتریه برای تو. اوکی؟ تو بحث کریپتوکارنسی که واقعا یه جورایی باید فراموشش کنم، قمار صده. خب مثلا رو آلت کوین، حالا رو بیت کوین بیای روی تایم فریم های بالاتر حرکت بزنی، ترید بکنی، یه بحثیه که میشه روش صحبت بیشتر کرد. خب اوکی، بریم جلوتر. من یه چند تا دستمندی ذهنی دارم برای بچه‌ای که میخوام وارد بشن، که میخوام بیشتر مردم رو شامل بشه. من معمولا میگم بچه‌ای که زیر 20 سالن میخوام وارد این بازی بشن، خب معمولا پول ندارن و شغلی هم ندارن که ازش پول در بیارن، اکثرا یا دانشجوان یا دانش آموزن،
ولی عشق اینو دارن که شنیدن چارج شنیدن درآمد دلاری میدن 5 تا 10 تا 20 تا هر چقدر بودجه میگیرن قرض میکنن فلان میکنن، دیدم که وام میگیرن، دیدم که پولای عجیب غریب میگیرن، وارد این بازی میشن، روی ترنده دارن سوار میشن، بعد نمیدونن که تو وقتی هیچ دیتایی نداری، اطلاعاتی نداری، آموزشی نداری، رفیقم گفته این ارزو بگیرم، این کانال سیگنال دهی گفته اینو بگیرم، اینو گفته اون، همه پولشون رو از دست میدن. یعنی من این چیزیه که به کرات تو کامنت های یوتیوب کانال خودم دیدم زیر ویدیوها. بعد من توصیه‌ام به بچه‌هایی که زیر 20 سالن اینه که صرفاً فقط به شکل یک تخصص خیلی حرفه‌ای بهش نگاه بکنید، شاید مثلا یک پزشکی، یه شغل یه پزشکی بهش نگاه بکنید و برین آموزش اصولی ببینید، ببینید تو این مارکت هر کسی که علم و آگاهی بیشتری داشته باشه نسبت به اتفاقاتی که میتونه بیفته روی چارت، میتونه یه درصد احتمال بردش افزایش بده. اولا که همه چی فکر کنیم 50-50ه، خب شما یه تریدی میخوای بزنی همه چی 50-50ه، اوکی؟ یا میشه یا نمیشه دیگه، تو اون بازی یا میبازی یا نمیبازی. حالا تو میای مثلا میای رفتار کندل ها رو بررسی میکنی، شناسایی میکنی، مثلا این علم رو بخونی. البته من یه چیزی باید درست کنم برات، این یکی از اشتباهی که خیلی همه تمام زیاد وحشتناک انسان ها دارن، همینی که میگه یا میشه یا نمیشه 50-50ه، این حرفت خیلی اشتباهه. برای واسه مثال واسهت بزنم تو متوجه بشی. آره. خونه با خانم زندگی میکنی یا دوست دختر یا مامانت؟ با خانم. الان اگه بری خونه، یا خانومت خونه تنهاست یا داره با همسایت چینگولی بازی میکنه، پس 50-50 خانومت داره به همسایه میده. دیگه چقدر اشتباه است؟ نه واسه همین تو بازار مالی هم اگر یا میبری یا میبازی 50-50 نیست. چی؟ یا میبری 0.01 مثلا، یا میبازی 99 مثلا سوی چیزی. چون دلیلی که اینو گفتم به بیزنس تو نبود، خیلی با این منطق تو به خدا میرسن، میگه یا هست یا نیست، پس 50-50ه، احتمال من پس بریم قبول کنیم هست دیگه. مثلا فقط اینو اونجوری گفتم. آره من اصلاحش بکنم، من منظورم از این موضوع اینه که وقتی که به طور مثال شما یک پوزیشنی رو داری باز میکنی روی چارت، اون پوزیشن دو تا حالت براش بیشتر اتفاق نمیفته، یا اون پوزیشن با سود بسته میشه یا با ضرر بسته میشه. این منظور من اینه. خب من به خاطر این دو تا آوتکام داره. آره یا با سود بسته میشه یا با ضرر. خب منظور من اینه، اگر شما اطلاعات یه ذره بیشتر باشه ممکنه شما با سود بسته بشه، وگرنه اکثرا با ضرر بسته میشه. اینجوری اصلاحش کنیم کاملا حرف شما رو هم کاور میکنه. بعد بنابراین پس آقا زیر 20 سالی بی خیال ایشو که بری پول از این و اون و فلان و اینا، من برم شت کوین ان اف تی فلان و اینا، فقط صرفا وقت بذار آموزش ببین. حالا دارم میگم برای بازی 20 بالا که میره یه درگیری شغلی هم میشه، ممکنه کارمندی باشه، ممکنه هر کاری باشه، شما وقتی میخوای ترید بکنی مخصوصا تو دنیای کریپتوکارنسی، تجربه‌ای که به من ثابت شده در کنار کارت حتما باید اینکام داشته باشی، نداشته باشی ذهنیتت کاملا منفجر شده و نمیتونی ترید بکنی. چون ماها همه آدمیم، توی هر قابی داریم یه زندگی میکنیم برای خودمون، نیازمندی هایی داریم که باید تامین بشه، حالا بحث خونه است، زندگیمونه، خرجامونه، فلان و اینا. تو وقتی که همه اینا رو میذاری تمرکزت رو این که از ترید پولشو در بیاری، اصلا تمومه. تو تماما روانشناسی تو به شدت داری تصمیم های احساسی میگیری تو این مارکت، که دقیقا این مارکت هم از تو همینو میخواد، بنابراین پس هیچ وقت موفق نمیشی. اوکی. خیلی حرف خوبی میزنه، بعد چونه گوش بدین، راست میگه. آره. ببین واقعا حرف خوبی داره میزنه، دمت گرم. پس بنابراین من سوال یه نکته هم بهت بگم، این حرفایی هم که میزنم گفتم از تجربیاتم آموزشام میاد، هم به شدت آموزش دیدم، هم توی کانال یوتیوبم بری ببینی کامنت های ویدیو هامو، هر کی که توی کامنت ها چیز داده من جوابش دادم، هر کی که حتی اومده فوشم به من داده، آقا فوشم داده من جوابش دادم، بعد اومده گفته داداش تو چه آدمی هستی من بهت فوش دادم، اومده با هم رفیق شدیم، تو دایرکت اینستا جواب همه رو. اینا تجربیاتی که از خود آدما من گرفتم دارم میگم، یعنی چیزی نیستش که همه رو خودم تجربه کرده باشم، چون بالاخره من زیر 20 سال که تریدر نبودم که، من تازه از 26 به بعد شروع کردم یه چیزایی یاد گرفتم. خب داشتم میگفتم تو این بازه سنی که هستی با هر سرمایه‌ای که داری
حتما یه مدتی از روزتو درگیر آموزش کن. حالا میخوای درگیر ترید بکنی، چه مقدار از سرمایه تو درگیر ترید بکنی؟ حتی اگر میخوای ترید بکنی اوکی، اینجا باید بحث مدیریت سرمایه رو اضافه بکنی که باز احتمال بردتو در طولانی مدت زیاد بکنی، وگرنه در غیر این صورت بازم شکسته. رفقا من اینا رو دارم میگم به خاطر اینکه اینا تجربیاتی که همه رو دیدم و شنیدم، شما بشنوین که پس فردا این اتفاق برای شما نیفته. مثلا یکی میاد میگه من 1 میلیارد سرمایه دارم تو ایران، من درجا بهش، من همیشه این قانون 80-20 تو ذهنم دارم، درجا میگم 80% لو ریسک 20% های ریسک. خب حالا شاید برای یکی 90-10 باشه، برای یکی 95-5 باشه، من میگم اینجوری. حالا داستان داره، یعنی همینم. اون 80% لو ریسک چیه؟ طلا، نقره است، خونه است، 100% ملک، یه زمین برو بخر اطراف تهران شمال 700 میلیون بذار کنار، بذار بمونه برات. خب اونو به 80% سرمایه هر چی هست بذار تو اون باشه. خب 20%شو میای تو های ریسک، تازه همین 20% هم بکن 80-20، یعنی 80% تو دنیای ما ارزهای دیجیتال، تو دنیای بازارهای مالی میتونیم 80% ببریم تو پوینت، تو داستان قضای لو ریسک. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا بیت کوین. آره مثل اینکه بیت کوین بخریم، بعد این بیت کوین هم یه جای مطمئن نگه داریم. نری خواهش میکنم، یه نکته، من داشتم ویدیوتو با کچی میدیدم، بعد دیدم که یه خورده راجع به ولت و اینا، شاید تو ایران نیستین نمیدونین چه خبره دیگه. نه. اینجا الان به شدت صرافی ها شروع کردن به کار کردن، حتی دیگه داره بیلبورداشو میره بالا، یعنی دارن مجوز میگیرن. اوکی من دارم میگم صرافی‌های بزرگی توی دنیا داره بسته میشه و پول مردم داره خورده میشه. شما تو ایران چه جوری دارین اعتماد میکنین پولتون صرافی ایرانی نگه میدارین؟ خب صرافی آنلاین ایرانی اصلا خنده داره. خواهش میکنم از رفقایی که این ویدیو رو دارن میبینن، اگه تو ایران هستی میخوای یه ارز یا هادل یا هولد کو بکنی برای خودت، اون رو حتما یه جای معتبری نگه دار. خود یه کیف کجا فول... یعنی دو تا حالت داره، کیف پولای سخت افزاری، کیف پولای نرم افزاری. کی فلوی سخت افزاری همون لجرایی هم که مثل USB اینا مثلا، اون برای سرمایه خیلی زیاده، سرمایه هایی که نسبتا متوسط هم اینو امن جاشون، باز هم نمیشه درصد اطمینانش پایین ها، ولی دیگه از هم دیگه از این بهتر وجود نداره. مثل تراست ولت، مثل متامسک، دوتا کیف پولی هم که خیلی توی دنیا تقریبا ریت بالایی دارن، میتونی تو ولتت نگه داری این ارزهاتو. تو صرافی ترجیحاً نگه ندار، تو حتی اگر میخواد ریت یکش یعنی بایننس باشه. اوکی بیا اینو ببر رو تو ولتت نگه دار، چون صرافی ها همیشه در حتی دیدین الان بایننس آمریکا همین اخیراً چه اتفاقات عجیب غریبی براش داشت میافتاد که اومدن حسابا رو فریز کردن، بستن، دوباره باز کردن. خیلی امکان داره این اتفاقات به خاطر اینکه قوانین جابجا بشه، به این صرافی گیر بدن، به اون صرافی گیر بدن، برای مالیاتش گیر بدن، الکی پولتون رو نتونین برداشت کنین. خیلی این تجربیات رو داشتن که دارم اینو خدمتتون میگم. پس بنابراین اومدی اون 20% اضافه سرمایه تو وارد دنیای ارزهای دیجیتال بکنی، 80% توشون بری رو حالت اثبات، نه اینم که همین امروز اون 80% خرید بزنی، اینم 100% اشتباهه. شما یه بازه زمانی برای خودت باید مشخص بکنی، توی این بازه زمانی توی مقاطع مختلف بیای خریدتو انجام بدی که در نهایت اون میانگین خریدت قیمتش کاهش پیدا بکنه، که در نهایت باز بتونی در دراز مدت به سود برسی. به این حالت میگن اسپات دیگه. توی بحث بازارهای کریپتوکارنسی معامله گری 1-1 میشه دیگه، یعنی شما یه پولی میدی یه توکن یا یه کوینی رو خریداری میکنه. حالت دومش اون پولی که داری 20% که میخوای ببری های ریسک کار بکنی برای خودت، اینو داری میبری تو دنیا. اولویت اولت اگر علم و آگاهیش داری به دست میاری بازار فارکس باشه. خب چون هم تحلیل پذیرتره، همونجا اتفاقات بهتری میتونه برات بیفته. بعدش اولویت بعدیت بیاد فیوچر باشه، تازه تو فیوچر هم نه یه روز احول اهرم 100 اهرم 200، واقعا اینا اتفاقاتیه که افتاده و پول بچه‌ها رو تو کمتر از یک روز نابود کرده. خب پس بنابراین خواهشن این کارا رو نکنین اگر حالا تو این بازه سنی هستی. اگه حالا یه دو بایسا من 1000 دلار پول دارم، از 1000 دلار 800 دلارشو برم بذارم توی یه جای قوی مثل طلا، 200 دلارشو بیام بذارم توی این بازار، از 200 دلار که میام میذارم توی این دوباره 80 دوباره بکنم 80-20، 160 دلارشو بردارم بذارم تو مثلا بیت کوین. تو دراز مدت هولد میکنی
$40 رو میارم توی کوسکلک که مثلا میشه تو هم تو کوسکلک ها میگی فارکس رو انتخاب کن اصلا بهتره. اول اون باشه بعد دنیای کریپتوکارنسی. حالا میخوای ترید بکنی باز اون $40 رو باید تقسیم بکنی، یه مدیریت سرمایه روش انجام بدی. اینجوری نباشه که تو داری تو روز دی تریدی، تو روز میخوای پوزیشن باز بکنی، تق میزنی $40 لیوریج 104,000 پوزیشن باز میکنی، یه حرکت کوچیک اون ارز لیکویدت میکنه، تعارف نداریم که. تو باید برای خودت اولا یک درصدی مشخص کنی، مثلا توی هر پوزیشن 5% از موجودیت رو وارد بکنی. حالا موجودیت مثلا الان شده $40، توی هر پوزیشن 5% این $40 رو باید وارد بکنی. دو، فیکس لاس بذاری برای خودت. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه من توی روز بیشتر از 2% سرمایه‌ام ضرر نمی‌کنم. اگر ضرر کردم تموم شد و رفت، میذارم کنار، فردا میرم سراغش. فردا اروچی میرم ارون 98% سرمایه‌ام شروع میکنم، 2% ضرر کردم دیگه، دوباره رو 98% 2% اجازه ضرر داری. اینجوری سرمایه تو هیچ وقت رو به صفر نمیره، اوکی؟ و همیشه میتونی که استراتژی تو تست کنی، میتونی تازه تو بازار یک کاری بکنی، میتونی یه خورده به بازار مسلط بشی. من همیشه، ما چون تمرکزمون توی کانال یوتیوبمون روی استراتژی های معاملاتیه، خب بعد به بچه‌ها میگم وقتی میخوای یه استراتژی معاملاتی برای خودت داری میخوای استفاده بکنی، حداقل باید 300 بار با اون پوزیشن باز بکنی. بچه‌ها میگن 2 تا 3 تا پوزیشن این ضرر داد، این سود داد. اصلا این اشتباهه. شما به عنوان یک تریدر باید دید برآیندی داشته باشی. صفر تا صد، من یک ماه قراره کار بکنم، انتهای ماه حساب میکنم که سودده بودم یا ضررده بودم. 4 تا ضرر میدی نکش کنار، من 4 تا ضرر دادم، ول کن، ترید به درد نمیخوره، این به درد نمیخوره، اصلا این دنیا دیگه به درد نمیخوره، بعد دیگه کلا میذاری که همشه. ببین شما باید بری با اون یه استراتژی فیکس برای خودت تعیین می‌کنی، شروع می‌کنی با اون کار کردن. کنارش آموزشاتو می‌بینی، حالا این آموزشات دنیای عجیب غریب و زیادی داره که الان بهت میرسم، تو بحث آموزش بهتون میگم. آموزشا رو دیدی، این کاراتو کردی، شروع می‌خوای شروع بکنی ترید با این سیستم مدیریت سرمایه، وارد شو که ذهنت درگیر اون پولی که تو پوزیشن آوردی نباشه. شما زمانی که ذهنتون درگیر اون پولی باشه که تو پوزیشنه، هر لحظه با هر کندل بالا پایین تمام وجودت استرس میشه، این استرس شما رو مریض میکنه، پس فردا اصلا نمیتونی ترید درستی داشته باشی. اینو من حالا تو بحث لایف استایل معامله گری گفتم. پس بنابراین ذهنت وقتی درگیر نباشه، تقریبا پوزیشن رو با استراتژی باز کردم، یا سوده یا ضرره دیگه. ضررم باشه آر به آر درست انتخاب کردم، یعنی ریسک به ریوارد درست تو پوزیشنم انتخاب کردم. حداقل آر به آر که بچه‌ها استفاده میکنن تو پوزیشناشون باید 2 باشه، یعنی 2 برابر سود کنم، 1 برابر ضرر بکنم تو هر پوزیشنی که مثلا برای تریدر باز میکنی. این به شما اجازه میده که سریای بعد اگر 1 بار سود کردی بتونی 2 بار ضرر بکنی، قدرت ضرر کردنت هم حتی تعدادش میتونه بره بالا. شما با این سیستم بخوای پیش بری خیلی کار سختی یا اصلا کار آسونی نیستش. درست میگی، کنترل کردن همینه میگی دیگه. میگی اگه نمیتونی این گوه بخوری نه اینجا. اصلا کنترل کردن این موضوع خیلی کار سختی. بعد روبروی ما تریدرهایی تو دنیا نشستن که همه اینا رو دارن رعایت میکنن، بعد شما چطور انتظار داری که با علم خیلی نامحدود با 4 تا کانال سیگنال و فلان اینا بری بزنی به ترکونی و این کارو یه شبه جمع بکنی؟ خب اینا اصلا امکان پذیر نیست. من الان دارم خیلی رو راست و رک دارم میگم، اگر این کارا رو انجام ندادی، تیک اینا رو نزدی، اینا رو منظم انجام ندادی، کلن ببوس بذار کنار، چون کلن بازی با سمت واقعا میره تو اون فاز دیگه قمار دیگه. حالا حال میکنی این قماره رو انجام بدی، میذاری یه پولی قماره دیگه. بالاخره بعضی عشق این قمارا رو هم دارن، میرن تو این فازا میزنن، یا تق میزنه میبره یا نمیبره، این بازی عوض میشه. حالا بریم رو بحث آموزش. من خیلی حرف میزنم، خیلی سرت درد میارم، اصلا بیافتم رو دوره هم. نه خب چیز دیگه به قول معروف داری تونتون سمیه، چیزی که یاد گرفتی یاد بدی دیگه. حوصله‌تون سر میره، چون پادکست های سوال من خودم عشق میکنم. من واقعا یه تو پرانتز اینو بگم، چیز نباشه بگن چیز نباشه، واقعا افتخار میکنم، واقعا دوست دارم افرادی مثل تو پوریا دارین الان صحبت میکنن، چون مدیا ذهن ما رو ترکونده. چون ما همیشه به این باور بودیم که آدم پولدار هیچ وقت آدمی نیستش که راه درست رفته، حتما اون خطا اشتباه بوده. یعنی الان یه آدم پولدار اومده نشسته جلو دوربین، خیلی یا داره میخندونه یا داره یه چیزی یاد میده تو ویدیوهاش. خب
اصلا میدونی از کجا شروع شد؟ من پادکستی دیگه با سیجاد با خلصه میدیدم، سپر خلصه، اونجا میگفت این پولدار بیکاره. گفتم خدای تو زنم، گفتم خدای یعنی چی پول داره بیکار؟ نداریم که، با چیزایی تو ذهن من نمیاد. از اونجا اصلا اومدم تو کانال و اصلا دیگه اصلا ویدیوهای سوال رو ببینین عاشقش میشین. پول بیکار نه، پول داره بیکار اصلا. آره دار نه همین بودی. آره پس بنابراین این پرانتز رو میبنده. واقعا خدا رو شکر که شما آدمایی مثل شما توی کامیونیتی فارسی تو یوتیوب هستن که خیلی کمک میکنن بچه‌ها. این ویدیو هم بچه‌ها ببخشید شاید جنبه فانش پایین باشه، ولی من تمام تلاشم میکنم که دیتایی بدم که به در شما بخوره که یه کوچولو حداقل مسیرتون رو بهتر بتونید پیدا کنید. اونم اگر صلاحیت شده داشته باشم که اینو بهتون بگم. من پیش خودم دیدم که این اطلاعات به درد بچهای خودم خورده تو کانال خودم، به درد شاید کامیونیتی که سویلم دنبال میکنن بخوره. خب بریم تو بحث آموزش. توی بحث آموزش اصلا کامیونیتی ایرانی داره عجیب غریب اینجا منحرف میشه. آقا بیا این خونه منه، این ماشین منه، بیا این دوره منه، این خونه منه، این ماشین. همش هم نمیگم مثلا توشون اوکی خوبم هست، ولی اکثرا هم رنت و فلان و اینا. خب داداش من، اول اینکه اگه زبانتون خوبه، زبان انگلیسیتون خوبه، تمام سورس های آموزشی توی یوتیوب رایگان هست. یعنی اگر هر چیزی، یعنی من خودم هم الان یه نیمچه دوره‌ای دارم تو کانال یوتیوب هم. خب همون هم هست، به بچه‌ها من خودم گفتم، گفتم همون هم هست تو یوتیوب، اگه حوصله‌شو داریم میتونیم بریم اونجا هستش. خب فقط دیگه همین فارسیش هم هست دیگه. آره دیگه اصلا فارسیش هم همش هست. خب و خیلی اگر مشتاقی دوست داری شروع بکنی البروکس دیگه، پرایس اکشن البروکس رو شروع بکنی، استارتشو بزنی دیگه، یه جورای کامل مسلط میشی به مارکت و میتونی کارتو شروع بکنی. نیاز به هیچی نداری. دارم اینو از الان بهتون میگم دیگه، دیتا رو هم بهتون دادم دیگه. برید قشنگ سرچ بکنی، یه خورده شما قراره تریدر بشین، شما قراره کارتون با کامپیوتر باشه. من تعجب میکنم بچه‌ها اصلا اهل سرچ و گوگل و فلان و اینا نیستن. باید اصلا لقمه رو آماده کنیم بفهما این لقمه. آره خیلی بچه ها باور دارین که میتونین یه ربات بخرین، ستاپ کنین، پول بذارین تو شبات پول در بیارین. میخواستم بگم واقعا کسخلین. اصلا ببین منطقی فکر کن. آره اگه یکی همچین رباتی رو داشت واسه چی بده به تو؟ ببین ما کارمون الان همینه. خب میکرد میذاشت فیلم دارم شد دیگه. سوهل کار ما الان همون طراحی ربات هست. خب بهترین رباتی که طراحی بکنیم اجازه فعالیت تو بازارهای مالی نداره. مؤسسات بزرگ، شرکت نفت، همه اینا رو از ما دارن میخرن. خب تعارف نداریم تو این مارکت. خب بعد تازه این ربات چیه؟ من الان مثلا ربات تو بازارهای مالی طراحی کردم. خب همیشه به بچه‌ها دارم میگم این ربات ته تهش یه ابزاریه که چند درصدی به اون درصدی که اول بهت گفتم که احتمال بردت ممکن افزایش پیدا کنه، افزایش پیدا میکنه. همه چیه تو نمیتونه باشه. تو مارکت خیلی تصمیم گیرید بستگی به شرایط مختلفی داره. توی بحث تکنیکال یه کوچولو کمکت میکنه. حالا تو اقتصاد جهانی چه اتفاقی داره میفته که تاثیرگذاره روی بازارهای جهانی، فدرال رزرو پس فردا آقای پاول بیاد بشینه صحبت بکنه اونجا تو آمریکا که کل بازارا میریزه به هم تو اون لحظه، تو بعدش کلا تاثیر میگیره، تو اینو بررسی نکنی اون تکنیکال و ربات و اینا به چه دردت میخوره؟ متوجه منظورم هستی؟ اینا چند تا چیزه که دست به دست هم میده میتونه یه تریدر رو به عنوان یک شغل اصلی کسی بخواد بهش نگاه بکنه بهش نگاه بکنه. پس اصلا کار آسونی نیست. اصلا به چش کار آسون بهش نگاه نکنید. خواستین حرفه‌ای کار بکنید، داستانتون زیاده. با همون دوره البروکس رو سرچ بکنید 200 قسمت، از اونجا کارتون شروع میشه تازه. پس بنابراین آره اصلا کار ساده ای نیستش که بشین حالا من تریدر شدم از فردا میلیاردرم. این ذهنیت رو کلا بندازین دور. کلا اتفاقی هم بخواد بیفته توی دراز مدت براتون میفته. بهترین تریدر هم باشین یه شبه میلیاردر نمیشین. اینم باز اتفاقی بود که خیلی تو این چند مدت باش دست پنجه نرم کردیم. خب پس شد منابع آموزشی بهتون گفتم. بعد یه داستان دیگه کجا می‌خواستم کجا ارزمون رو نگهداری من بهتون گفتم. بعد آره دیگه یه سری نکات کلیدی هم که دیگه همین بحث دید برایندی و بحث ژورنال نویسی و اینا خیلی تاثیرگذاره برای بچه. اینا چند تا نکات کلیدیه که من چکیده کردم از همه مطالب چیزایی که خودم میگم تو کانال خودم و اینجور داستانا. الان دارم تو این پادکست میگم کسی که میخواد ترید بکنه باید بشینه روز به روز همه چیشو بنویسه به عنوان یه ژورنال. اوکی امروز
مثلا این تاریخه دارم پوزیشن بیت کوین میگیرم، لانگ میگیرم، روی این قیمتا میگیرم، دلیل گرفتنم چیه؟ مثلا روی ایچیموکو یه کراسی دیدم رو چارت، اینو دارم میگیرم، یا یه خبری ازش شنیدم دارم این پوزیشن رو میگیرم. اینا رو همه رو مینویسی، تیکش خورد مثبت شد که دمت گرم مینویسی، خدا رو شکر سود شد، ضرر شد میری میگردی دنبال دلیل ضررت. هر چی باید وقت بذاری برای این قضیه. ببین انقدر این تاثیرگذاره که عین یه معجزه میمونه برای تریدرها. دلیل ضرر تو که بنویسی اون زیر، اینا جمع میشه. بعد از یه ماه، دو ماه، سه ماه تو دفترچه ژورنال تو که ورق میزنی، چون ذهن آدم چیزی توش باقی نمیمونه، فراموش میکنه. من یه آموزش جدید ببینم 72 ساعت دیگه از ذهن من رفته، یا اون آموزش رو باید تکرار بکنم یا تمرین بکنم، و یعنی کامل میندازه میره ذهن آدم. تو چه ژورناله رو که برای خودت مینویسی، بعد دو سه ماه که ورق میزنی تازه میفهمی به به چی شد. حالا تو موقعیت مشابه، چون بازی تکرار دیگه تو بازارهای مالی، تو موقعیت مشابه دیگه اون اشتباه قبلی رو انجام نمیدم، حالا یادمه که چی کار بکنم. خیلی روی وین ریتتون و رو برایندتون تاثیر گذاره. خب یه سوال، الان هنوز خودت تو ترید هستی یه خورده یا نه؟ خب کامل میگم فقط توی آموزشی. وقتی که دیدم انقدر داره وقت من رو تو این قضیه میگیره، و دیدم از اون بر علم برنامه نویسیم هم خیلی زیاد داره میشه تو بحث برنامه نویسی پایتون و پاین اسکریپت زبان برنامه نویسی دنیای ارزهای دیجیتال و اینجور داستان است، بلاکچین نه، دنیایی که بتونی باهاش همون ربات های معامله گر رو طراحی بکنی. اوکی، خیلی وقتم رو روی این قضیه دارم میذارم، و دارم الان در حال حاضر ترکیبش میکنم با AI هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ که خیلی میتونه کمک بکنه، ولی هنوز به اون دستاورد واقعی نرسیدم بگم ترکوندیم. داریم روش کار میکنیم، یه پروژه خیلی خفنی میشه که احتمالاً امسال لانچ میشه و فکر کنم که خیلی بهتر کنه. دمت گرم. چون میگم من که از این ارزش چی نمیدونم، به خاطر اینکه به نظرم همش کاملا کسوشره، چون یکی از رفیقای خودم کوین درست کرده به یه بیلیون دلار هم رسید. آره، اونا که اصلا بخوام الان سر صحبت راجع به اون موضوعات صحبت بکنم که تا دلت بخواد هم تجربه آره دارم هم داستان. بعد مثلا کی، اگه مثلا ما 200 دوست داریم، اونی که از همه مثلا ذاتش کثیف‌تره و دروغگوتره و کسکش‌تره اون. آره، اگه مثلا من میزدم باز میگفتم آقا من میخوام پاشش وایسم، نه من حرف هستم، این که الان یه دونه فروختم یه دلار گرفتم، یه دلار میزنم توی حساب با بهره، اگه خواستیم روزی بفروشیم نمیزنم که مثلا از یه دلار بیفته پایین تر. این گسیه عمل خودش که میفروخی چی، بعد یه جام کرده تو پاشه یکی، مطمئنه حالا داستان داره ولی خب چون کانفرم نیست نمیدونم، یه چند میلیون بالای 10 میلیون دلار کرده تو پاشه یه نفر، بعد الان هم کنه مثلا حسش هم شده 7 سنت ولی یه جا به 7 دلار هم رسید. بعد اون من بازی اینو میدونم سوهل، من بازی اینو کاملا میدونم و تو داستانش هستم، و بچه‌ای که تو ایرانم هستم با حالا تو اینو داری برای یکی از رفیقات داری میگی تو کانادا اینا، ببخشید هفت تا قضیه، این بازی برای قشر خیلی بزرگی از مردم ایران اتفاق افتاده توسط دو تا استاد خیلی بزرگ این دنیای ارز دیجیتال که همه میشناسنش، که اینا میان دو تا ارز میسازن، خب صاحب اصلی اون ارز و بیشترین تعدادی که از اون ارز دارن برای خودشونه دیگه، بعد یه چیزی درست میکنن، یه کامیونیتی دارن دیگه، اینا با کامیونیتی بازی میکنن، بعد کامیونیتی میگه آقا ما پشتشیم خیالتون راحت حواستون به ما اینا، بعد اینا میان مردم رو سوار میکنن، آقا مونده 10 دقیقه مونده به پامپ، 5 دقیقه مونده بزنیم بتره کنیم، مردم سرمایه‌شون میارن، پامپ عجیبی هم میشه، ولی اون کسی که بالا خالی میکنه خود همینان خالی میکنن و مردم هم سرمایه‌شون دست رفته دیگه، و خدافظ دبی و کسی هم دیگه نمیتونه اصلا فالو کنه اینا رو. بنابراین این به شدت درسته، به شدت درسته و اتفاق میفته. واسه میگم اصلا از این خودتون رو قایم کنین. فارکس هم کسی اگه حالا خیلی نمیدونه، من یه چیزی که خودم عقب موندگی بعدم بهتون توضیح میدم. ببین میگه یه دلار آمریکا بدی 2 دلار کانادا میگیری، جفت ارز دیگه. خب این همچه حالتی، بعد تو میای میگی آقا تو چقدر پول داری، مثلا میگی که من 100 دلار پول دارم، بعد میگه که خب ما دلار معمولا 1-2% بیشتر تکون نمیخوره فاصله هاشون از هم دیگه، پس ما میدونیم دلار کانادا اگه 2 دلار دلار آمریکا 1 دلاره ریشیوشونه، امشب دیگه تهش یا 1.95 میشه یا 2.05 دلار، درسته؟ حالا تو بر روی اون بت کنی که تو نظر تو شب این میشه 1.95 دلار آمریکایی یا 1 دلار آمریکایی میشه 2.05 دلار، اون 5 سنت رو اگه درست بگی تو میبری.
حالا چیکار میکنن اینا؟ وقت تو 100 دلار بذاری میاد میگه آقا من پولتو 100 برابر میکنم، تو 100 دلار میذاری من پولتو میکنم 10,000 دلار. تو حالا 10,000 دلار میتونی دلار آمریکا بخری، اگه 10,000 دلار آمریکا 5 سنت بره بالا تو 10,000 تا 5 سنت در میاری، ولی از اون ورم اگه 2 سنت بیفته تو 100 دلار تموم میشه، چون بس تو میتونی 10,000 دلار بخری. بعد ببینید تو اون 10,000 تا اگه 2 سنت کم شه چند تا دلار باید کم شه تا بشه اون 100 دلار تو. وقتی 100 دلار تو همش از بین بره میگن، یعنی انگاری که تو 10,000 دلار میذاری ولی به محض اینکه پولت برسه به 9,900 بانک میفروشه. آره. میگه 9,900 شد دیگه، تو 100 دلاری که خود اوجنگ شدی اون پولی که باخته کالمارجی میشه. میره یو آره یو تمام پول توی واقعا توی یه روز از بین میره. آره. مشکلش چیه؟ تو 100 دلار بیشتر پول نداری. وقتی میفهمی که با این 100 دلار میتونی 10,000 دلار پول بخری هیجانی میشی. حالا من حرفم اینه، میگم تو فرض کن 25 بار درست بت میکنی، دفعه 26م که اشتباه بت کنی دوباره همه رو میبازی، چون چیز باختنش خیلی راحته، یعنی فقط اون صده باید بشه، یعنی اون یکه باید بشه مثلا 98 سنت. سوال اون نکته ای که گفتم رو رعایت بکنی اون اتفاق نمیفته. بس فیکس لاس و مدیریت سرمایه رو انجام بدین که اصلا نمیشه. یه چیزی بهت بگم، اینو انجام نمیدن چون که همه عشق اینو دارن که اون 100 رو بذارن 10,000 دلار رو ببرن. بانک چجوری داره با پولتو میبره؟ چون بانک میاد رو دیل تو استاپ لاس میذاره، میگه درسته این آدم 10,000 دلار اینوست کرده ولی 100 دلار وقت بندازش بیرون، اون استاپ لاس میشه چیزی که تو داری. حالا تا اگه 500 دلار بذاری میگه 500 دلار وقت بذاری بیرون. حالا مثلا تو کانادا وقتی اون 500 دلار تموم میشه بانک بهت زنگ میزنه میگه این پولت احتمالاً 1 ساعت دیگه تموم میشه، تا 1 ساعت وقت داری دوباره 500 دلار دیگه بکنی توش، اگه نکنی میفروشی بهت 1 ساعت وقت میده. حالا من یه رفیق داشتم زنگ 50,000 دلار گذاشت، بعد 50,000 دلارش توی سه روز شد صفر. مثلا بهش قیمت داده بودن 5,000,000 دلار به دلار بخره، رفت 5,000,000 دلار خریده بود، بعد دلار که خورد میرفت بالا یهو 50,000 دلار دراپ میکرد دیگه، میشد 4,950,000 دلار. بعد پول این همش از بین میرفت، بعد اومد 50,000 دلار از باباش پیچون بدون که به باباش بگه، از حساب باباش لاین اف کریدیت یعنی حساب قرضی باباش پیچون گذاشت، اونم باخت و زنگ زد به من. منم 25 دلار داشتم اون، یعنی اول من گفتم 25 دلار به من بدیم، گفتم شو 25 تا من بهش دادم، بعد فردام اونو باخت. خلاصه توی 5 روز 6 روز 125 دلار باخت به امید اینکه یه 50 دلار در بیاره. خب این دقیقاً ببخشید، این دقیقاً تو بحث روانشناسی دقیقاً زدی رو خال. تمام این آدم ها دنبال اینن که انتقامه رو بگیرن از بازار، یعنی یه ضرری بکنی میری که انقدر میری میفتی تو این لوپه که اون انتقام بگیری و بحث اوورترید و اینجور داستان ها میشه. و اون بحثی هم که راجع به بانک گفتی، بحث علمیش بحث اوردر بلاک هایی میشه که توی بازار هستش. ما وقتی میگم دیگه بچه ها وقتی اینا رو آموزش میدن دیتاشون زیاد میشه، ما یک سری از گذشته بازار میفهمیم که بانک ها و سرمایه دارای بزرگ کجاها رفتن گرفتن خوابیدن منتظر حرکتن، اوکی؟ و اون اوردر بلاک ها اینا مشخص میشه همه این. یا مثلا بحث این که چون تو فارکس بحث ریت دیگه، ما رو ریت داریم کار میکنیم، ریت دلار به یورو، حالا بحث بچه‌ای که طلا کار میکنن حالا بحثش جدا، اینا همش بر اساس گذشته، یعنی ما این ور چهار تا نگاه میکنیم اون ور یه احتمالی میدیم، ولی مثلا توی بازی دلار و یورو سیاست خارجی و اقتصاد کلان اینا هم قاطیش میشه. پس فر یه اتفاق میفته تو اروپا اینا، ما میفهمیم ارزش دلار یورو اروپا ممکنه نسبت به دلار بیاد پایین و اینجور داستانا، رو اون میتونیم یه حرکتی یه موج سواری یه چیزی بکنیم. همینه که میگم علم و آگاهی یه ذره کمکتون میکنه، ولی بخوایم یه خورده زوم اوت کنیم رو قضیه، اصلا کار آسونی نیست تحلیل این اخبار و استفادهش تو بازارهای مالی و کار هر کسی نیست. پس بنابراین خواهش میکنم روی چهار تا جوی که راه میفته تو بازار، رو مارکت، تو دنیا، تو ایران الان نمیدونی چه خبره سوهل، درآمد دلاری بفهم تو فلان پیج، درآمد دلار آخه یه تبدیل دلار به ریال هم الان به صرفه است تو ایران. یعنی من بگم هر کسی که فکر کنی تو این کار الان میخواد ورود بکنه، خب بنابراین همه هم میان یه پولی از دست میدن بعد بعدش میگن نه کلاهبرداری بود. آقا تو اصلا نمیدونی چیه داستان. چرا اصلا چیزی با حضرت بگم
من یه نفر از من خواست که باهاش ویدیو بگیرم بعد تبلیغاتی. به من کلا تبلیغات هیچ وقت نکردم، از روزی که هستم تو بازی به من آفر شده من هیچ وقت نکردم. تصمیم گرفتم که اوکی تبلیغ میکنم برای این کار. بعد اول ویدیو میخواستم بگم که نگفتم، ولی اول میخواستم بگم که بچه ها اگر من میخوام تبلیغ کنم، ولی تبلیغم آنست خواهد بود، یعنی خودم ریسرچ میکنم میفهمم اگه خوبه یا بده، اگه بده عمرا نمیکنم. اگه یه روزی دیدین دارم بهتون تبلیغ میکنم که بیاین ترید کنین یا میخوام بهتون پکیج بفروشم، بدونین که مخ منم زدم از بین رفتم دیگه، من اعتماد نکنین. دقیقاً ببین الان نمیدونی دایرکت پیج من داره منفجر میشه، صرافیا بروکرا انقدر من آفر دارم برای تبلیغات صرافی و بروکر که حتی انزه نره. صرافی ایرانی که اصلا نگه، من یه دونه تبلیغات اینا رو ندارم. خب من یه دونه تو کانال یوتیوب هم معرفی ارز ندارم که بچه ها برین این شت کوین رو بخرین فلان بکنین این ایرداب، چون اینا صد بازی با سرمایه مردمه، صد، یعنی یه کوچولو هم تو قیافه موجه داشته باشی، کار درست انجام داده باشی، فلان بهت بیان پشت دستت اعتماد کنن، یهو میبینی سرمایه عجیب غریبی هم میارن تو کار، بعد میبینی سرمایه‌شون از دست رفته اینا، بعد پس فردا کسی دیگه پاسخونی این وسط دیگه یا خودت خواستی دیگه، تصمیم خودت، همه هم با این یه کلا شهری میذارن برات، خودت خواستی دیگه، تصمیم خودت بوده، بعد دیگه پول طرف رفته اینجا، بعد دیگه تو ادامهش چجوری میخوای زندگی کنی؟ نمیدونم واقعا، خیلی این اتفاقا داره میفته اینجوری، منم اصلا این اتفاقو انجامش نمیدم واقعیت، چون بشه الان هم داره به بچه ها میگم چه خوب شد اینو گفتی، صرافی برای بحث کریپتوکارنسی فقط بایننس ریت یک دنیا، بینگیکس، کوکوین، کوینکس، این اومد گفت من بهت انقدر پول میدم، این اومد گفت من $100 رایگان میدم، اینا بندازیم بره، اگه میخوای ترید بکنی فقط اونجا. حالا اینم دارم میگم تبلیغ بایننس، من پولی از بایننس نگرفتم، از سیزت بگم ریت یک بایننس هنوز میتونه غیب شه، آره یک ریت یک دنیا و 100% میتونه غیب شه بره، ولی یه اتفاقی که میفته نقطه لیکویدتون رو نمیاد بزنه رد کنه بره، کاری که صرافی دیگه خیلی میکنن که اون کارمزدشون رو بگیرن، کارمزد عجیب غریبی رو پوزیشناتون نمیگیره، حداقل این چند تا کارو داره درست انجام میده. اینو یادم رفته بود بگم، اینم گفتم بگم، خیلی قوی، مرسی، چکر. همین بایننس، نمیدونم شماره دو کی بود، یادم نمیاد اسمش، همون کمپانی که ورشکست شد بایننس، برای اینکه میخواست به اون کمپانی در واقع حال بده و دور وقتیش رو شروع میکردن، 10 بیلیون دلار از کوینای اون یارو خریده بود، نگه داشته بود که بهش قدرت بده، بعد از همون استفاده کرد که از بین ببرتش، یهو یه شبه همه رو گذاشت واسه فروش. آره کمپانی هم پول نداشت بهش بده، یهو ارز دیجیتالش که مثلا به اسم خودش بود از بین رفت. آره. و کمپانی ورشکست شد. یعنی بایننسی که همین الان مثلا نایسه انقدر کثیفه که نفر دومو از خودش از بین برد، یعنی فرض کن من یه صرافی دارم درست کردم که میگم بچا بیاین پولاتو بدین به من، من قول میدم کاری نکنم، یه نفرم از نفر دومه، قدرتش هم به خاطر من داره، یعنی منم کمکش هم قدرت داره، یعنی وقتی این بخوره زمین منم بد قیافه میشم، اگه این بمونه بالا منم خوش قیافه میشم که نگاه کن ما نفر اول دوم تونستیم بمونیم چون ما آدمای خوبی هستیم، خودش میاد نفر دوم میکوبه زمین، یعنی میگه که انقدر اینا کوسچره که من تصمیم گرفتم یه نفر رو نفر دوم قوی ترین دنیا رو بکوبم زمین از بین ببردمش. پس خودش هم همین تو سرش بیاد، آدمی هم که توشه آدم کثیفیه، یادتون نره. اوکی خب سوال، اگه موافقی بریم قسمت دوم صحبتمون راجع به بحث چند پتانسیل. بچه همین دیگه، امید دارم که یه چیزی یاد گرفته باشین، میفهمم دنبال کارو مارین، میخوایم پول در بیارین، تو اون سن همه میخوان در بیارن، میفهمم دلتون میخواد به این کاری که دلار در بیارین که راحت تر باشه بیشتر پول در بیارین، ولی واقعا ترید و کازینو جای پول در آوردن نیست، جای قماره. یعنی تو اینجا که تو کانادا اینا هیچ وقت آدم حسابی نمیبینی بگی من دارم ترید میکنم، شاید یه مثلا 30 نفر تو اینترنت وجود دارن از این را هم معروف شدن، چون میگم مثلا من کسی رو میشناسم که $1,000 گذاشته توی یه کوینی، یکی بهش زنگ زده گفته آقا این کوینه رو بخر، همینطوری یارو هم $1,000 کوینه رو خرید، توی 10 روز تبدیل شده به $5 میلیون، بعد یارو سکت بفروشه نتونست، یه 2 صفحه طول کشید تا کارشو بکنه، بعد که فروخت 2.5 میلیون 3 میلیون دلار کش رفت تو حسابش. خب به حالا این آدم همینجوری که الان پیام گفت میاد یه خونه خوب میخره، نمیخره، بعد میگه بیام بهتون یاد بدم،
چرا؟ چون یه بار لاتاریش برد، مثل اینکه من برم کازینو یه 5 دلاری بزنم تو دستگاه بکشم، بعد بزنه بگه تو 10 میلیون بردی، بعد فردا چیز بزنم که بچه‌ها میام بهتون یاد بدم چطوری تو کازینو میلیونر شین. قدم اول یه 5 دلاری میگیرین، قدم دوم میکنین تو ماشین، قدم سوم دستگیری کیریو میکشین پایین. خب میدونی؟ خب نه بابا، یارو شانس آورده. اینا هم همچین حالتیه. واسه همین کسایی که میان حرف میزنن، همین 20 نفری که میگم تو دنیای آنلاین وجود دارن و میان مثلا خودشو تبلیغ میکنن، اینا هم اکون آوردن، اکون حسابی هم آوردن. یارو مثلا 60 دلار گذاشته توش شده 200 میلیون دلار. دیگه این آدم تا آخر عمر دیگه اصلا کسیو بنده نی، حرف جواب مامانشو دیگه نمیده. هر کیش بگه کوشن اگه باشه، من شانس آوردم، تو میگی 200 میلیون دلار رو من رو کوشن درست کردم، تو دیوانه ای. هر کی حرفو باور کنه چی میگه. واسه همین یه خودتو نجات بده دیگه. آره. اگر فکر میکنی میتونی تو کازینو پول در بیاری، شور برو از بایننس و فایننس و نمیدونم افکس و اینا هم در بیار، ولی نمیشه، واقعا نیست. هیچ آدم عاقلی اینجا نمیبینی که تو این کارا باشه. صبح بلند شه کمپانی داشته با کوچه ها ده نفر، من تو چیکار میکنی؟ ما داریم دلار ترید میکنیم. نه نیست، واقعا نیست. کمپانی که هستن، بانکی که داره بیلیونی کار میکنه، که اون اصلا باعثشه که دلار بالا پایین میشه. بله. اونا تو این بازی شور، ما تخمشون هم نیستیم، ولی من تو اون لول نیستم، هیچ کم تو اون لول نمیشناسم. واسه همین ما که نیستیم نباید بریم تو این داستانا. دمتون گرم بچه‌ها، امیدوارم لذت ببرشین. مرسی پیام برای تجربه‌ای که در اختیارمون گذاشتی و کوچه بهمون تحویل ندی. لوف یو چاکس. مخلصیم. خداحافظ.